با عرض سلام و درود خدمت تمامی بینندگان محترم تلویزیون آریا، من حسین فرامرزی هستم، وکیل رسمی دادگاه‌های ایالت بریتیش کلمبیا در کشور کانادا، و امروز در خدمتتون هستم با بخشی دیگر از برنامه لیگل تیپس یا نکات حقوقی. بحث امروز ما در مورد وصیت‌نامه یا ویل و رپرزنتیشن اگریمنت است. همه ما میدونیم که وصیت‌نامه چی هستش. وصیت‌نامه یک مدرک حقوقی و قانونی هستش که شما تعیین میکنید که اموال شما پس از فوت شما چگونه بین نزدیکانتون تقسیم بشه. سوالی که دوستان از من همیشه میپرسن این هستش که حالا اگر ما وصیت‌نامه نداشته باشیم تو ایالت بریتیش کلمبیا چه اتفاقی میفته؟ ما اعتماد داریم به خانواده، اعتماد داریم به همسرمون، اعتماد داریم به فرزندمون، به پدر و مادر، و این افراد خودشون بعد از فوت ما هر جوری که دوست داشتن اموال ما رو بین خودشون تقسیم میکنن. چند نکته مهم هستش که بنده باید عنوان بکنم که این طرز فکر درست نیست. در کشور کانادا و مخصوصا ایالت بریتیش کلمبیا، اگر شخصی بدون وصیت‌نامه فوت بکنه، در اکثر موارد دادگاه کنترل اموال این شخص رو به عهده میگیره و شخصی رو تعیین میکنه که به اسم ادمنستریتور یا ادمنستریتور آف دی استیت گفته میشه. این شخص کنترل اموال رو به دست میگیره و اموال رو بر اساس قوانینی که در ایالت بریتیش کلمبیا هستش بین نزدیکان اون شخص تقسیم میکنه. پروسه این کار یه چیزی بین یک سال تا یک سال و نیم طول میکشه و هزینه اون ممکن هست هزاران دلار بشه و هزینه این کار رو خانواده فرد یا از اموال فرد پرداخت میکنه. برای همین بنده به همه دوستان توصیه میکنم حتما وصیت‌نامه برای خودتون تهیه بکنید. موضوع بعدی این برنامه این هستش که حالا اگر کسی خواستش وصیت‌نامه بنویسه باید چه کارهایی انجام بده. ابتداءً شما باید شخصی رو انتخاب بکنید که بهش اعتماد دارید و اون شخص قبول میکنه که اموال شما رو پس از فوت شما بر اساس خواسته های شما که تو وصیت‌نامه‌تون درج شده بین نزدیکانتون تقسیم بکنه. این شخص اگزیکیتور یا اگزیکیتور آف دی استیت نامیده میشه. وقتی که این شخص رو شما انتخاب کردید، لیست اموال و داریاتون رو بنویسید و خواسته هاتون رو بنویسید و بعد با وکیل خودتون یا یک نوتری پابلیک مشورت بکنید تا وصیت‌نامه شما تنظیم بشه. پس از تعیین وصیت‌نامه شما اون رو مرور میکنید، مطمئن میشید که دقیقاً چیزی هستش که شما میخواید و بعد امضا میکنید و شهود میان وصیت‌نامه رو امضا میکنن. پس از این بهتر هستش که یا شما یا وکیل شما وصیت‌نامه شما رو در ویلز رجیستری که یک ارگان دولتی هست به ثبت برسونه که نشون میده شما وصیت‌نامه تهیه شده در دست دارید. موضوع بعدی بحث امروز ما رپرزنتیشن اگریمنت هستش. اگر در کشور ایران شما زندگی کرده باشید یا در کشور افغانستان، اگر شخصی از نظر ذهنی، فکری و جسمی ناتوان بشه، برای مثال اگر شخصی سکته بکنه و در کما بره یا تصادف جدی داشته باشه و قطع نخا بشه یا آلزایمر بگیره، نتونه از خودش مراقبت بکنه و از نظر ذهنی و بدنی ناتوان بشه، افراد خانواده این امکان رو دارن که از این فرد نگهداری بکنند و برای اون تصمیم گیری بکنند، برای اموالش تصمیم گیری بکنند. در کشور کانادا اگر یک همچین اتفاقی بیفته، احتمال این که ارگانهای دولتی نظیر پابلیک تراستی بیان و مسئولیت و مراقبت از اموال و
و بدن این شخص رو به عهده بگیرن زیاد هستش. حتی اگر این فرد در ایالت بریتیش کلمبیا خانواده داشته باشه، همسر داشته باشه و فرزند داشته باشه. برای جلوگیری از این شرایط بنده توصیه میکنم که شما یک representation agreement برای خودتون تهیه بکنید. Representation agreement یک مدرک حقوقی و قانونی هستش که شما یک شخص یا اشخاصی رو تعیین میکنید که در هنگامی که شما از نظر فکری، ذهنی و بدنی ناتوان شدید، این افراد از شما مراقبت بکنن، برای شما تصمیم گیری بکنن و بتونن از اموال شما مراقبت بکنن. هدف بنده از این برنامه این بودش که به شما عرض بکنم حتما برای خودتون یک وصیت‌نامه آماده بکنید، چون اگر وصیت‌نامه نداشته باشید اموال شما به کنترل دادگاه و ادمینستریتوری که از طرف دادگاه تعیین میشه در میادش و پروسه پروبیت میتونه یک سال تا یک سال و نیم طول بکشه و هزینه اون ممکنه زیاد بشه. نکته دوم این هستش که representation agreement برای خودتون آماده بکنید که اگر احیاناً از نظر فکری، ذهنی، بدنی برای شما مشکلی پیش اومد که نتونستین از اموال خودتون یا از خودتون مراقبت بکنید، شخصی باشه که این کار رو برای شما انجام بده.